التسمية نامگذاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هو سمی علیه الصلاة والسلام بمحمد نام اون بزرگوار رو محمد گذاشتند نعم حتی یعنی یحمد من کل الخلق بدین معنا که از سوی همه خلایق مورد تعریف قرار میگیره و کان بعض الكفار لا يرضى ان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم برخی از کفار نمیپسندیدند و دوست نداشتند که اون بزرگوار رو محمد بنامند نعم لكن عندما يناد النبي صلى الله عليه وسلم ينادوه بمحمد عليه الصلاه والسلام اما وقتی که نام اون بزرگوار رو میگرفتند میگفتند محمد یعنی ستوده شده كان منهم من يذم النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يناديه محمد يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم چه بسا برخی از کافران اون بزرگوار رو نکوهش میکردند اما همین که میگفتند محمد در حقیقت او رو مدح میدمودند هذا من قبل ان يبعث وهو يمدح عليه الصلاه والسلام این قبل از بعثت اون بزرگوار بود و مورد مدح و ستایش مردم بود لقب بالقاب لقب هایی به او داده شد الصادق صادق یعنی راستگو لا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب قط هرگز دروغی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندیدند و نشنیدند ولهذا هرقل قال لابي سفيان رضي الله عنه از این رو هرقل به ابو سفیان رضی الله عنه این چنین گفت عندما سالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم تجربوا عليه الكذب وقتی که از ابو سفیان سوال کرد که آیا شما از او دروغی رو تجربه کرده اید؟ نعم قال لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. چونی نبود که به مردم دروغ نگه اما به الله دروغ ببنده قطعا که به الله هم دروغ نبست. نعم وهو الامين او امین و راستگو بود. كانوا يأتمنوا النبي صلى الله عليه وسلم على اموالهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو امین اموال خودشون میدونستند و بهش امانت‌های رو می‌سپردند. حتی عندما اراد النبي صلی الله علیه و سلم الهجره و بعد ان تخاصموا مع النبي صلی الله علیه و سلم كان عند النبي صلی الله علیه و سلم من اموال الكفار. حتی زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قصد هجرت کردن اموالی از مشرکان به امانت نزد اون بزرگوار بود که خودشون اونها رو به امانت نزد این بزرگوار سپرده بودند. لم يعبد قط الاصنام الاوثان. اون بزرگوار هرگز بت‌ها رو عبادت نکرد. نعم. ف یکنا علیه الصلاه والسلام باب القاسم. کنیه اون بزرگوار ابو القاسم هست. ابوه عبد الله. پدرش عبد الله است. امه امنه. مادرش امنه است. نعم. هو من ذریه اسماعیل ابن ابراهیم علیهما علی نبی افضل الصلاة والسلام و از تبار اسماعیل ابن ابراهیم علیهم و علی نبینا افضل الصلاة والسلام هست والله اعلم